بسم الله الرحمن الرحیم سرخط خبرها افزایش تحرکات داعش در عراق لغو اعدام برادرزاده شهید آیت الله النمر در عربستان و شیع شدن یک جوان مسیحی سلام بر حضرت ابو عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز به این بخش خبری خوش آمدید تحرکات هسته های اصلی گروهک تروریستی داعش در عراق طی چند هفته اخیر افزایش یافته است به گزارش شیویوز اخبار شیعیان جهان بررسی های انجام شده نشان می دهد که تحرکات هسته های اصلی گروه حک تروریستی داعش در عراق طی چند هفته اخیر افزایش یافته است بر اساس این بررسی ها این تحرکات بیش از همه جا در استان های صلاح الدین و دیاله یعنی در نزدیکی مرز عراق با ایران افزایش یافته است گفته می شود شرقی ترین نقاط عراق با هدف مشغول سازی ذهن گروه هشت و شبی شدیداً دچار درگیری شده تا از غربی تر نقاط عراق تروریست ها تحت پرچم دشمنان عراق وارد فلوجه، تکریت و دیگر شهرها شوند. بر اساس بررسی های انجام شده در ساختار جدید عملیات های داعش دو ابزار مهم دیده می شود. یکی از بین بردن زیرساخت های عراق و دیگری حمله مستقیم به هشت شبی تأسیس پایگاه جدید ارتش آمریکا در منطقه علی عربیه در سوریه که در نزدیکی های مرز عراق احداث شده و یک جداره جدید امنیتی برای ایجاد ارتباط زمینی میان کردستان عراق و کردستان سوریه ایجاد می کند نیز می تواند مهر تاییدی بر این مدعا باشد که احتمالا توافقی میان برخی گروه های کرد و نسل جدید داعش ایجاد خواهد شد دادگاه کیفری در ریاض حکم اعدام علی النمر را لغو کرد به گزارش سیاوه اخبار شیعان جهان به نقل از خلیج آنلاین دادگاه کیفری در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی حکم اعدام علی النمر برادر شهید آیت الله نمر باقر النمر روحانی سرشناس شیعه که توسط آل سعود اعدام شد را لغو کرد در همین راستا محمد النمر پدر علی طی اظهاراتی ضمن تایید خبر لغو حکم اعدام فرزندش گفت حکم فرزندم به ده سال حبس کاهش یافته است وی در ادامه افزود این حکم پیشتر صادر شده بود در حالی که فرزندم بیش از نه سال را در حبس گذرانده است من و خانواده احساس خوشبختی می کنیم و امیدوارم همه بازداشت شدگان کشورم و سایر کشورها آزاد شوند گفتنیس علی النمر به همراه دو تن از دوستانش فوریه 2012 میلادی به اتهام حضور در تظاهرات در منطقه شیعنشین الشرقیه عربستان بازداشت شدند. <applause> یک جوان مسلمان مصری تبار به عنوان رئیس نشریه حقوقی هاروارد انتخاب شد. به گزارش شیعویوز اخبار شیعیان جهان، حسن شاهوی جوان مصری تبار اما متولد لس آنجلس و تحصیل کرده ی رشته حقوق است حسن شاهوی در اقدام بی سابقه به عنوان رئیس نشریه بازنگری قانون در دانشگاه هاروارد شد گفتنی این نخستین بار است که یک مسلمان به عنوان رئیس این نشریه انتخاب شده است وی بعد از انتخاب شدنش گفت امیدوارم انتخاب بنده به عنوان رئیس نشریه بازنگری قانون موجب به رسمیت شناختن روزافزون اهمیت تنوع و احترام روزافزون آن نسبت به سایر سنت قانونی باشد گفتنی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در سال 1990 میلادی به عنوان رئیس این نشریه انتخاب شده بود در آن زمان نیز انتخاب یک جوان سیاه پوست اقدامی بی سابقه به شمار می رفت زیرا پیش از وی هیچ فرد سیاه پوستی ریاست این نشریه حقوقی را بر عهده نگرفته بود. سه بانک اسلامی در اندونزی ادغام شدند اخبار رسیده از کشور اندونزی حاکی از آن است که سه بانک اسلامی در این کشور با هم ادغام شدند به گزارش شیعویوز اخبار شیعیان جهان در مراسمی که به صورت مجازی با حضور جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی برگزار شد سه بانک اسلامی با هم ادغام شده و بانک واحد اسلامی در این کشور افتتاح شد در همین راستا یاقوت خلیل قوماس وزیر شونت دینی اندونزی که در این مراسم حضور داشت ضمن استقبال از تأسیس این بانک اسلامی گفت بانک واحد اسلامی از ادغام بانک های ملی اسلامی اندونزی بی آر آی، بانک مادری اسلامی و بانک ملت اسلامی اندونزی بی این آی تأسیس شده است وی در ادامه گفت امیدواریم که وجود این بانک در اندونزی بتواند حرفه‌ای بودن خدمات را تقویت کند و محرک رشد صنعت بانکداری اسلامی باشد در همین حال رئیس جمهور اندونزی نیز ابراز امیدواری کرد که بانک اسلامی اندونزی بتواند به توسعه اقتصاد اسلامی و بهبود رفاه مردم این کشور کمک کند مسجدی با 83 سال قدمت، توسط شرکت راهن کنیا در کیسوما و در بخش غربی این کشور تخریب گردید. به گزارش شویوز اخبار شیعان جهان این اقدام که توسط ماشین های تخریب انجام گرفت و مسجد قدیمی و کوهن را در عرض یک ساعت با خاک یکسان کرد باعث خشم و محکومیت شدید از سوی اعضای جامعه اسلامی در کنیا شده است گفته می شود این مسجد یکی از بزرگترین مساجد در این شهر بوده است و شرکت راهن کنیا به زیر پا گذاشتن آزادی های مذهبی محکوم شده است در این میان ادن دوال نماینده شهری که 8 سال در مجلس بوده دولت کنیا را به زیر پا گذاشتن حقوق مذهبی متهم ساخت و اظهار داشت تخریب مسجد جامع در کیبوس یک اقدام غیر اخلاقی، غیر اسلامی و نامناسب بود. این مسجد در سال 1938 ساخته شده و تخریب آن تحت هر شرایطی غیرقانونی و عملی با هدف زیر پا گذاشتن آزادی های امت اسلامی است. وی در ادامه افزود، تخریب مراکز عبادی ممنوع است و ما این عمل را محکوم می کنیم. <applause> یک جوان مسیحی در لورستان ایران شیعه شد. به گزارش شیعه اخبار شیعیان جهان جوانی مسیحی طی مراسمی در حضور یکی از یکی از عالمان شیعه در استان لورستان ایران با گفتن شهادت های سگانه به دین مبین اسلام درآمد. پیش از این اصول دین، توحید، عد، نبوت، امامت و معاد برای این جوان تشریح و تبیین شده بوده است. در پایان این مراسم نیز یک جلد کلام الله مجید به این جوان تازه مسلمان اعطا شد. و اما آخر انگلیس برای اولین بار جزیات حملات سایبری علیه داعش را فاش کرد انگلیس برای اولین بار از حملات سایبری علیه عناصر داعش پرده برداشت به گزارش شیویوز اخبار شیعان جهان به نقل از اسکای نیوز دو مقام ارشد نظامی انگلیس ناظر بر عملیات سایبری این کشور جزئیات جدیدی درباره یک عملیات مخفی سایبری علیه داعش را فاش کردند به گفته آنها این عملیات نوعی هک و حملات پنهانی است که انگلیس قادر است علیه کشورها جنایتکاران و تروریستها در مناطق به اصطلاح خاکستری انجام دهد ژنرال سر پاتریک ساندرز فرماندهی فرماندهی استراتژیک انگلیس هشدار داد دشمنان انگلیس از رسانه های اجتماعی برای تفرقه گسترش نظریه های توته و از بین بردن ساختار جامعه استفاده می کنند و به همین خاطر یک نیروی سایبری جدید راه اندازی شده تا از انگلستان در برابر حملات ضد اطلاعات آنلاین محافظت کند فلمینگ گفت قصد نداریم فضای مجازی را به عنوان مکانی غیرقابل رقابت ترک کنیم انگلیس قبلا هم اذعان کرده بود از حملات سایبری علیه داعش استفاده کرده است اما این اولین بار است که فردی مسئول به صورت عمومی جزیات آن را توضیح می دهد ممنونم که با ما همراه بودید اللهم اجل ولی کل فرج یا علی خدا نگهدار